ببینید امروز مشکل دنیا حقیقتا مدیریتشه. شاید خیلی الان فکر کنن مثلا ما توی دنیا با کمبود غذا مواجهیم. به هیچ وجه اینطور نیست. ببینید من مثالی فقط روی حوزه غذا بزنم برای شما. ما در طبق آمارهایی که در دنیا داره نشر پیدا میکنه توسط منابع و مراکز در واقع معتبر و قانونی، اینکه نزدیک 1/3 غذای دنیا دور ریخته میشه و بشر نمیتونه مدیریت کنه. و اینکه نمیتونه مدیریت کنه نه از این جهت که الزاماً ابزارش رو نداره، کشتی نداره غذا رو از اون طرف بفرسته این طرف، قطار نداره بفرسته، هواپیما نداره بفرسته، ماشین نداره بفرسته، سردخونه نداره غذا رو سالم نگه داره، از غذا همین هارم داره. یعنی نخواستن درش. بله نخواستنه. احسن بر شما. من یک سری آمارها مثلا خدمت شما عزیزان بدم، یه خورده باور نکردنی و دردآوره. ببینید امروز آمارهای جهانی میگن که نیمی از کودکان دنیا گرسنه‌ن. اما چرا اینا رو اینطور نمیبینیم؟ برای چی؟ به خاطر اینکه این آفریقایی‌ها رو کسی دوربینای نشونشون نمیده. دنیا رو این رسانه‌های صهیونیستی گرفتن، فرض رو سانسور میکنن. شما میبینید مثلا یک گروهی شکل میگیره که نگران اینن که نمیدونم پروانه‌های مکزیکی چند وقت بالهاشون نمیدونم بنفش بوده یه خورده اون قرمز شده. خب اما میلیون‌ها انسانی که دارن میمیرن جان میدن ذره اهمیت نداره. خب و واقعاً مدیریت امروز دنیا به چالش کشیده نیست. خب شما میبینید یک طرف دنیا، طرف انقدر میخوره قند و چربی و هزار جور بیماری میگیره و از سر اون میمیره، یک طرف دنیا دقیقاً در اثر نداشتن همون داره میمیره. این کار به جای میرسه که این آقای دکاسترو میگه اگر ادرار مردم اروپا رو بدید به مردم آفریقا، از سوء تغذیه نجات پیدا میکنه. عجب. این مصرف کنه بخورن با چه عنوانی که تو اونجا پروتئین اضافی دفعی دارن، قند اضافی دفعی دارن، بدن این طرف. یا الگوی هلند در تولید غذا اگر داده بشه به کشورهای دیگه، میگن 30 تا 45 میلیارد نفر رو میشه غذا داد. مگه جمعیت کره زمین چقدره؟ 7 میلیارد. ببینید امریکا اضافه تولید گندم خودش میریزه تو دریا برای کنترل قیمت‌های جهانی. بعد این دقیقا همون گندمی که تو سومالی و سودان و اتیوپی و غیره و غیره و غیره و قسل هازا مورد نیازه. خب چرا این اتفاق داره میفته؟ دنیا صاحب نداره. به همین صراحتی که عرض میکنم. یعنی مدل‌های مختلف ایدئولوژی هم امتحان شده. از حکومت‌های سلطنتی گرفت، مشروطه، آمد، همه چی. همه گونه مدل حکومت و ایدئولوژی. آقا فاشیسم نه کمونیسم، کمونیسم نه لیبرالیسم. امروز لیبرال دموکراسی هم خورده زمین. ببین الان ضریب خودکفایی امریکا در کشاورزی 11.3 در غذای اساسی. غذای اساسی یعنی شامل غلات، جو، گندم اینها میشه. این نکته دقت کنید. ضریب خودکفایی وقتی 1 باشه یعنی معادل جمعیت خودش میتونه غذا تولید کنه. وقتی 11 یعنی چی؟ یعنی 11 برابر نیاز داخلیش تولید داره. جمعیت آمریکا چقدره؟ 320 میلیون. این اصلا تمام شد. یعنی من فکر میکنم تو همین آمار پاسخ خیلی خیلیارو دادم. ما امروز این آماری که دارم خدمتتون 1.8 میلیارد نفر گرسنه روی زمین داریم. تازه این آمار مال زمانی که جمعیت کره زمین 6 میلیارد بوده. الان 7 میلیارد و 200 میلیون جمعیت داریم. خب این آمار باید به روز بشه، احتمالاً 2 میلیارده. که از این میزان یه 1 میلیارد داریم و یه 800 میلیون که یک تقریبا با هم برابرن. گرسنگی مطلق دارن، یعنی صبح بلند میشه تا شب دنبال یه ریشه درخت داره میگرده پیدا کنه بخوره، یه برگی پیدا کنه بخوره. و برخی هم گرسنگی مزمن دارن. خب این از طرفیه که شما میبینید توی یعنی نمیخوام بگم غرب، بعضی از خود ماها ما دواسمون رو جمع بکنیم. میبینید تو صد لاشخالامون چه اسرافهایی داره میشه، چه غذاهایی داره چی دور ریخته میشه. کدوم مدیریت در دنیا وجود داره وقتی 30,000 نفر دارن بر گرسنگی میمیرن؟ کی داره دنیا رو مدیریت میکنه؟ شورای امنیت؟ عظم غلط کردن. خب اینها دنیا رو دارن به نفع خودشون مدیریت میکنن. کی الان دل میسوزونه برای کودکان یمنی؟ میدونه دیگه مردم یمن فقیرترین کشور عربی هن. و در میان دستبندی های دنیا جز 10 کشور فقیر دنیا هن. امروز ثروتمندترین کشور عربی عربستان سعودی حمله کرده به فقیرترین کشور عربی. درسته؟ کودکانی که دارن به خاک و خون کشیده میشن اهمیتی داره؟ مطلقا از نگاه اینها. 2.6 میلیارد نفر به آب کافی برای بهداشت دسترسی ندارن.
میدونید چرا؟ بخشی از اینا به خاطر جنگ هاست. چند نفر؟ 2.6 میلیارد نفر. از یک سوم مردم دنیا. تصورش هم سخته. بله. جمعیتش. اصلا که این ارزارا میکنم رو جمعیت 6 میلیاردیه. خب؟ یعنی الان خیلی این آمار بیشتر شده. خب کی میخواد اینا رو بیاد جمع بکنه؟ کل جنگ های آقا رسول الله در 23 سال، 10 سال اولش که جنگی نداشتن. خب؟ تو 13 سال که تقریبا من عرض بکنم و سر این حاضرم دفاع بکنم از نکته که میخوام عرض بکنم که تمام جنگ های پیامبر دفاعی بوده از نظر بنده و حاضرم باش بحث بکنم. کل جنگ ها در بدبینانه ترین شکل ممکن جمع زدم بنده، تاریخ ها رو کمش 700 تاه، 700 نفر، 700 تک نفر، زیادش 1000-1100 نفر. تا 200 هم میشه با کتب حتی مخالفین اثبات خدا خیلی. خب ما میگیم 1000 تا، درسته؟ بست و گسترش مدرنیته همینجوری که امروز دنبالشن در دنیا 150 میلیون کشته تا الان داشته. جنگ جهانی اول و دوم 75 میلیون کشته در مجموع رو دست بشریت میذاره. اینا آدم نیستن، اینا انسان نیستن، اینا حق زندگی نداشتن. اونجا اعراب جاهلی که کودک کشی میکردن به ایدان بن قتلت، به کدامین گناه کشته شد؟ ثانیه 34 تا سخت جنین در دنیا داره صورت میگیره. ثانیه 34 انسان دارن میمیرن. چقدر تاریک اوضاع جهان. بله همینه، مل از ظلم و جورا، دنیا رو ظلم گرفته و اینها با رنگ و لعاب دارن یه کاری میکنن که شما فکر کنید نیست. من یک سری عکس دارم از همین فقر و گرسنگی مردم دنیا، من توضیحات بدم خدمت شما عرض بکنم که ببینید یک طرف دنیا از گرسنگی دارن میمیرن، طرف دیگه دنیا زراندوزانی دارن طلا ذخیره میکنن برای خودشون، قیمت طلا رو بالا پایین میکنن. جالب اینجاست که بیشترین طلای دنیا از همین افریقا داره به دست میاد. آفریقا معادن طلا. بله آفریقا، یعنی اونجا طلای خام به دست میاد. اینا چیکار میکنن؟ اینا درگیر جنگن. کی اینا رو به جون هم میندازه؟ دو تا شبکه ماهواره میسازن، میندازن درگیر جنگ. کوچه های گسترده جمعیتی رو که شما میبینید انسان هایی که فرار میکنن به خاطر زنده موندن. خب اینا انسانن. جنازه هایی که فرصت تجزیه شدن پیدا، فرصت دفن کردن پیدا نکردن، یا اگرم بخوان دفن بشن چطور؟ به صورت دست جمعی. کودکانی که اصلا بی‌حسی مفرد دارن. بله ببینید این کشوریه که این کودکانی خیلی از اینا مسلمانن، این از همون روسری اون حجابی که این تصویر نگه دارید. ببینید این عکس ها میره در دنیا میشه عکس های برتر جهانی. اروپایی میاد توی آفریقا عکس میگیره برای فانش، برای تفریح خودش. خب میره عکسش میشه بعد. اینجا کودک رو ببینید که با چی داره بازی میکنه؟ با سر اسکلت. خب با سر انسان. این سیمیلاتور مرگ رو داره بازی میکنه. اون طرف تو اروپا میشینه لذتشو میبره. ما نمیگیم اون اروپایی نداشته باشه، نه، میگیم همه میتونن داشته باشن. اون فلان کفشو داشته باشه، این پوشش پاش این باشه. ببینید یک طرف اون طرف دنیا انقدر میخوره که غذا رو به بازیچه گرفته بچه. ما نمیگیم این نخوره ها. خب یک طرف دیگه دنیا از گرسنگی بچه داره میمیره. برید تصویر بعدی. این چرا کشته شده به ایزن بن قتلت؟ چون تو کشورش نفت هست، عراق. برید بعدی. این بچه چرا دستش قطع شده؟ چون بمباران صورت میگیره. چون جنگا رو کی داره راه میندازه؟ امثال این داعش و اینا کی دارن به وجود میارن؟ خود همینا. برید تصویر بعدی. نگاه بکنید آدم‌هایی که یه طرف دنیا غذا نمیخورن لاغر بمونن، جالبه ها، رژیم میگیرن، یه طرف دنیا از نداشتن لاغر میمونن. خب این تصویر نگه دارید، من کار دارم. ببینید دور این فرد، اون انسان زنده است، یه حیات گیاهی مانند داره، دور تا دورش علف سبزه. خاک سرخ یعنی چی؟ یعنی خاک حاصل خیز. خب و میبینیم چه، اما اینا نمیکارن. چرا نمیکارن؟ چون درگیر جنگ، چون فقر فرهنگ. چرا کی اینا رو درگیر جنگ میکنه؟ دو تا قبیله است 100 سال سر نمیدونم یه تیکه زمین دارن میجنگن. به هر دو تا امریکا داره اسلحه میده، به هر دو تا اسرائیل داره اسلحه میده. این عکس شد عکس اول جهان، خیلی معروف شد. بله معروف شد این عکس که یه غربی بلند میشه میاد عکس میگیره که لحظه که یک لاشخور یک کرکس داره مترصد اینه که این بچه بمیره و کار تموم بشه به سراغش. خب عکاس هم داره کار خودشون، عکاس هم داره کار خودشون. ببین تفریحشون، یعنی الان شما دیگه وقتی پیر میشن، پیرزناشون شروع میکنن رفتن یه سری انجمنهای خیریه و نمیدونم بشر دوستانه را میندازن، مضحکه. خب میان اونجا چیکار بکنن که آقا اینجا بشر تحت فشاره، آی تو آفریقا امروز نمیدونم اینطور شدن، بیا درست بکنید. از بیخ و بنیان باید ماجرا رو درست کرد. منابع اینها که داره به دزدی به غارت میره، جنگهایی که داره، همین منطقه خودمون یه نگاهی بکنید، خاورمیانه کی اینطور به آتش کشید؟ کی این گروه ها رو به دست ساخت؟ آیا پول سعودی ها و اسلحه
امریکایی‌ها و طرح‌های اسرائیلی نبود؟ شورای امنیت کجاست؟ شورای امنیت یعنی 5 نفر، ما هر کی هر چی حرفی بزنه ما 5 نفر میتونیم بگیم نه. دنیا مدیر داره. اون طرف دنیا یک نفر گرسنه است، اون طرف دنیا برای سگاشون میان عروسی میگیرن. ببینید تو دنیا پول کم نیست، تو دنیا منابع کم نیست، تو دنیا غذا کم نیستش. نه خیر. یک نفر، حالا این تصویر قبلی رو یه لحظه نگیرید. یک نفر روی کودک میایسته برای اینکه خدمت شما عرض بکنم اون توریستی که داره رد میشه دلش بسوزه و بیاد چیکار بکنه؟ یه پاپاسی بندازه جلوی. بعد اینا کشورهایی که سالها مستعمره بودن، یک روز مستعمره اقتصادی که کماکان ادامه داره و امروز مستعمره فکری دجال، این سیستم صهیونیستی با این مرکبش من اعتقاد دارم همین رسانه بر دنیا سیطره انداخته، مسحور کرده مردم دنیا رو، از گرسنگی دارن میمیرن فیلمای هالیوودی نگاه میکنن. حالا به نظر شما دنیا تشنه ی علی ابن ابی طالب دیگه نیست که نگران خلخال پای پیرزن یهودیه که اگر خورشید رو بذارن دست راستش، ماه رو بذارن دست چپش، یه پر ارزن از دهن مورچه‌ای به زور نمیگیره، که بیت المال رو بین تمام صحابه و اون پایین ترین فرد عادی عامی جامعه برابر تقسیم میکنه. فلذا ما میگیم، میبینیم که میفهمیم فرزند علی در راه. یعنی این بنبست ایدئولوژیک و بنبست مدیریتی در دنیا شکل گرفته. الان بحثم سر همینه، یک عده با عقل میرسن که نمیتونیم، یک عده باید حتما بلا سرشون بیاد تا بفهمن ندارن. فلذا ما هرچه در آخر زمان پیش بریم اوضاع جهان بدتر خواهد شد. گفتن امام نمیخواهیم، خودمان دنیا رو مدیریت میکنیم. خودم گفت بفهم کجا میتونید مدیریت کنیم. و تا روزی که این فهم در خود بشر شکل نگیره که نمیتوانیم بی او دنیا رو مدیریت بکنیم، ظهوری نخواهد.